60 دقیقه. همایش انجمن ایرانشناسی اروپا دوشنبه در هلند آغاز میشه. قراره در این کنفرانس مستندی درباره بزرگترین سامانه دفاعی ساسانیان در قفقاز در شهر دربند به نمایش در بیاد. دژ دربند همراه با دیوارهای عظیمش در سال 2003 به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. بخشی از این مستند رو ببینیم، بعد با سازندهش پژمان اکبرزاده صحبت میکنیم. در آغاز سده 19 میلادی جنگ‌های خونین ایران و روسیه به اوج خود رسیدند و در سال 1813 بر پایه پیمان‌نامه گلستان، دربند و بخش بزرگی از سرزمین‌های ایران در قفقاز به خاک روسیه الحاق شدند. This was a great strategic investment to protect the northern frontiers of the empire. عرب در درجه اول وقتی که میانو میگیرن فقط مسئله چیه؟ مسئله کنترل بازرگانیه. Население Дербента считает Хасрова Анушервана основателем этого древнего города, и в Дербенте даже есть улица, носящее имя этого знаменитого персидского шаха. It was always a defense fortification from the civilized southern nations to the barbaric north. پژمان اکبرزاده، روزنامه‌نگار مستندساز، اینجا با ما هست. پژمان، فکر می‌کنم شما این مستند رو همزمان با جنگ، با شروع جنگ روسیه و اوکراین شروع کردی و ساختی. مشکلی هم پیش اومد یا نه؟ در واقع چند ماه پیش از آغاز جنگ فیلمبرداری تموم شد و ما این رو آماده کردیم برای یکی دو تا از همایش‌های بین‌المللی در زمینه ایرانشناسی و خاورشناسی در واقع در آلمان و اسپانیا، ولی با گسترش اعتراضات در ایران و شرایط کاملا ویژه‌ای که در ایران بود متوقف کردیم تمام برنامه‌ها رو. ولی همونطوری که اول برنامه اشاره کردید، هفته آینده در بزرگترین همایش ایرانشناسی که در بزرگترین همایش ایرانشناسی اروپا در واقع که در هلند برگزار میشه، ما برنامه های نمایش را ادامه میدیم. خب یه مقداری درباره اهمیت این دژ برامون بگو که چرا اینقدر مهمه؟ این سامانه دفاعی که در برگیرنده دژ و دیوارهای دفاعی میشه که از دژ به سمت دریای خزر میره و از سوی دیگه از دژ در کوههای قفقاز پیش میره به سمت دریای سیاه، بزرگترین سامانه پدافند ساسانیان در قفقاز هست. سابقه ایجاد این دیوارها به زمان یزدگرد برمیگرده، ولی این دژ عظیمی که شهر دربند شهرتش در منطقه از اون میاد، به دستور خسرو انوشیروان امپراتور ایران ساخته میشه در سده 6 میلادی برای جلوگیری از حملات قبایل ترک تبار که از شمال به قلمرو ساسانی حمله می‌کردند. و از سوی دیگه این دژ در برگیرنده بیش از 30 کتیبه به زبان پارسی میانه یا پهلوی هست و دربند شمالی ترین نقطه جهان هست که در اون نوشته‌ای به زبان پهلوی کشف شده، زبانی که در واقع نیای زبان پارسی کنونی است، زبانی که در ایران، افغانستان و تاجیکستان درش به این زبان صحبت میشه. آثاری که چه آثاری اونجا کشف شده، خودت اونجا چه دیدی که برات واقعا جذاب بود؟ آثار به جز یک سری مهرهای ساسانی و کوزه‌هایی که از اون دوران بود، همین کتیبه‌ها بودن که در واقع از 1723 که پتر کبیر به اون منطقه حمله میکنه کشف این کتیبه‌ها شروع میشه و دیمیتری کانتمیر اولین کسی بودش که به این کتیبه‌ها توجه کرد. و جالب اینجاست که در نوشته‌هاش، چون به زبان پهلوی آشنا نبود، از نوشته‌های نام میبره که نه اروپایی هستن و نه عربی، و تا به امروز حدود 35 کتیبه کشف شده. ولی نکته جالب این هستش که علارغم اینکه این دژ به دستور امپراتور ایران ساخته شده و ارتباط مستقیم با تاریخ ایران داره، در داخل مرزهای ایران شناخت از اون بسیار محدود هست و این نکته هستش که فقط مربوط به دربند نیست، در رابطه با دیگر آثاری که مربوط به سلسله های ایرانی هستن ولی الان در داخل مرزهای کنونی ایران نیستن، این وضعیت وجود داره. برای نمونه از هاترا میتونم اسم ببرم، از پایتخت های اشکانیان که اون هم به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده، ولی زمانی که ما در ایران در کتاب های تاریخ مطالعه میکردیم حتی نام این بنا برده نمیشد. در رابطه با
دربند به نظر میاد که یکی بیرون بودنش از مرزهای کنونی ایران مسئله بوده و به ویژه قرار گرفتنش در خاک روسیه کنونی. حتی در زمان شاه روابط بسیار سردی و اکفربو بود بین دو کشور، ارتباطات خیلی گسترده نبود برای سفر. و در این سالهای اخیر هم چیزی که خیلی جلب توجه میکنه این استش که به دلیل همکاری‌های نزدیک سیاسی نظامی که بین جمهوری اسلامی و روسیه وجود داره، چیزی که من تجربه کردم این بودش که یک تنفر عمومی در جامعه حس کردم در رابطه با هر چیزی که مربوط به روسیه میشه، در صورتی که این بنا و آثار تاریخی فرهنگی که در اونجا هستن هیچ ارتباطی با سیاستمداران کنونی که در روسیه روی قدرت هستن ندارن. و به نظر میادش که سیاست عمومی در داخل ایران هم این بوده که به آثار ایرانی که در داخل مرزهای کنونی کشور هست بیشتر توجه بشه تا آثاری که در بیرون از مرز هستن، هرچند که علاقه بسیار زیادی از بین ایرانی ها و همیشه صحبت از گستردگی فرهنگ ایران میشه، یا به داخل توجه داشتن یا نگاه کاملا به غرب بوده، به سمت مجموعه ها یا کلکسیون های هنر ایران که در اروپا یا آمریکای شمالی بوده. چطور نگهداریش میکنن؟ یعنی وقتی رفتی اونجا و دیدی آیا شرایط نگهداریش خوب بوده؟ یعنی در وضعیت خوبی مونده همچنان؟ چیزی که جلب توجه خیلی میکنه در منطقه داغستان و به طور عمومی در روسیه سوء مدیریت و فساد اداری است. یکی از تأسف‌بارترین مواردی که اونجا وجود داشت این بودش که تعدادی از مهمترین کتیبه‌های پهلوی که در اون منطقه هستن به دلیل ساخت و سازهای غیرقانونی که در شهر انجام شده الان تعدادشون در داخل منازل شخصی مردم قرار گرفتن بدون اینکه نظارتی بر این باشه که این آثار جزو میراث جهانی یونسکو هستن. ترمیم کردن در مواردی، اما از مواد نامناسب استفاده کردن و حتی تابلوهایی که الان در ورودی بنا ثبت شده اطلاعات اشتباهی درش هست که کسی اقدام نمی‌کنه برای تصحیحش. ممنونم از شما پژمان اکبرزاده، روزنامه‌نگار و مستندساز اینجا با ما، و ممنون از شما که همراه ما بودید.